برای از زن باز هم برگشتیم. ادامه برنامه صبح فردا هست و در این بخش باز هم موضوعی خیلی مهمی که انتخاب کردیم با مهمان برنامه ما روی موضوع صحبت میکنیم، روی آداب نشستن و آداب راه رفتن در خانواده در اجتماع. این موضوعات را صحبت میکنیم با خانم زهرا رحیمی، استاد دانشگاه. خوش آمدین خانم رحیمی. بسیار خوش باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون راه فردا در هر جای از دنیا که هستن، هموطنان عزیز ما، انشاءالله که لباس عافیت بر تن داشته باشن و دلشان شاد باشه. بسیار خوب، خیلی خوش آمدید جناب دکتر صاحب. در هفته قبل در مورد از این صحبت کردیم که لبخند زدن و یا که لبخند تحفه دادن برای دیگران بیشتر صحبت کردیم و امروز خواستیم در مورد از این آداب راه رفتن و آداب نشستن صحبت کنیم. میگه راه رفتن هم آدابی داره؟ بله. خب اما قسم که شما گفتین و سلسله صحبت های قبلی، ما در مورد نزاکت های اجتماعی صحبت میکنه. بله. نزاکت های اجتماعی یک سلسله از آداب، اصول و رفتارهایی هستن که سبب حس افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس و شخصیت دادن فرد در جامعه میشه. و ما گفتیم این آداب و این نزاکت ها نه تنها در قسمت انسان و انسان، بلکه در قسمت انسان و محیط، انسان و طبیعت، انسان و حیوان، حتی در این قسمت، حتی گاهی انسان و نبات هم بحث میشه که نزاکت های اجتماعی مراعات شده. و امروز موضوعی که مشخصا تصمیم دارم صحبت کنیم آداب راه رفتن و آداب نشستن هست. این دو تا با هم دیگر در ارتباط است، به این دلیل با هم انتخاب شدن. آداب راه رفتن و نشستن یکی ما از منظر سلامتی و از منظر طبی داریم. بله. که یک دکتر، خصوصا دکترهای بخش ارتوپد، همیشه توصیه میکنن افراد چگونه بشینن، خصوصا افرادی که در محیط های کار میکنن که دائم با نشستن سر و کار دارن، یا افرادی که دائم وظایفشون در راه رفتن است، یا در درایو بایسیکل و موتر و اینا هستن. خب این هم نوعی نشستن هست در حقیقت. یکی از منظر بهداشتی گفته ما داریم که چگونه بشینیم، و یکی از لحاظ نزاکت های اجتماعی ما داریم که خیلی جالب است. اون چیزایی که ما در نزاکت اجتماعی داریم، اینا اصلا در تضاد با آداب بهداشتی و طبی نیستن و خیلی هم با هم در ارتباط هستن. یعنی همه قسم که دکترها میگن که ما چه قسم بشینیم، چه قسم راه بریم، مناسب است چی بپوشیم، مناسب است، ما میبینیم که در نزاکت های اجتماعی در سراسر دنیا همی آداب وجود داره. و در حقیقت اگر ما این آداب را مراعات کنیم، یک آدم بسیار مدرن، یک آدم با شخصیت و با نزاکت تلقی میشه. و ما میفهمیم افراد با نزاکت را همگی دوست دارن. بله. در هر جای قدر و عزت و احترام میشه. و حتی اگر مجلس ترک میکنه، از بس که شخص بسیار مؤدب و با نزاکت بوده، اصلا اگر حرفی هم پشت سرش گفته میشه، فقط ذکر خیرش است، فقط خوبیش هم میگن و در هر جای مورد احترام واقع میشه. چرا؟ چون با رفتار خود نشان میده که به همه احترام داره، به محیط خود حتی احترام داره. درست است. در مورد راه رفتن و نشستن، چگونه راه بریم؟ زمانی که ما به صورت عادی در فعالیت های روزمره راه میریم، از خانه بیرون میشیم تا وظیفه میایم، حتی ای چون لحظات و دقایق و ساعتی از عمر ما هست. بله. و ما یک فعالیت انجام میتیم، پس خیلی خوب است که این مطابق آداب باشه. افرادی که ما را میبینند در کوچه، اطفال ما را میبینه، یا همسایه ها میبینه، یا دوست ما در راه با ما سر میخوره، در موتر کسی میبینه، ما میتونیم با یک برخورد یک خاطره خوش در ذهن مردم و جای بانیم. نه ای که خدای نکرده حتی با راه رفتن خود ما باعث اذیت و آزار مردم شویم، باعث اذیت و آزار اطفالی که مثلا در کوچه بازی میکنن. درست است، حتی این مهم است در قسمت آداب راه رفتن. مثلا وقتی ما راه میریم، گفته شده در نزاکت های اجتماعی فرد میگم با صلابت راه بره، یعنی که خود استوار بگیره، به حالت خمیده راه نره. این از لحاظ بهداشتی هم برش مضر تمام میشه، بالای مهره های ستون فقرات. اما وقتی که راه میره، شانه ها را استوار و محکم میگیره، بالا راه میره و سرش خم نیست، بسیار سر به زیرم نیست و بسیار سر به هوام نیست که به طرف آسمان ببینه، مستقیم میبینه، این هم سبب از این میشه که هم سلامت در ستون فقراتش حفظ شوه و هم این که برای مخاطبین یا برای افرادی که اینو میبینن، حتی گذرا میبینن، یک برداشت بسیار خوب از آدم داشته باشن. حالا بدون صحبت کردن، حتی قبل از اینکه فرد صحبت کنه، از طریق راه رفتنش ما میتونیم در موردش تصمیم گیری داشته باشه. وقتی که میگم با بزرگا راه میریم، مثلا کسی هست از ما سنن بزرگتر است، جوانا با افراد مسن راه میرن، اینا رو هم ما در آداب دینی دقت کرده باشین دارم که میگن، یا از لقمان حکیم یک جمله داره میگه در راه از بزرگان پیش نروید. درست است. خب اما دنیای امروزه را ما میبینیم که خب جوان ها وظیفه میرن، سر کار میرن، مکتب میرن،
بعد نو وقت میشه سرشان، از خانه نو وقت میبرایند، همیشه در حالت دویش هستند. خب میرن اگر با بزرگ فامیل خودشان باشن هم، اگر در کوچه را میرن هم، یعنی اصلا امکان نداره در عصر امروزی که ما بخوایم از بزرگان پیش نرویم در راه. درست است، اما منظور از این جمله این است که ما اصلا حق نداریم پیش بریم یا بریم خدای نکرده بی ادب تلقی شویم. منظوری است که آدابش در این زمینه هم رعایت کنیم. حق اولویت را ما همیشه برای بزرگان میتیم در راه. مثلا راه است بیروبار است، درست است، ما هم عجله داریم، یک آدمی که از ما بزرگتر است هم عجله داره، میگه اولویت را برای او آدم بتیم. از لحاظ اخلاقی این بسیار خوب شمرده میشه و ما یک فرهنگ بسیار خوب داریم که در جامعه مختلف است، میگن ladies first، اول خانوما بودن، درست است، و این هم یک فرهنگ بسیار خوب تلقی میشه. چرا؟ حالا این از لحاظ چی جنسیتی نمیگیم، اما چون معمولا خانوم ها اطفال امرایشان است یا کار میداشته باشند در خانه عجله دارند، فقط کار بیرون نیست از خانوم ها، به دلیل میگن که مثلا خب این جزء فرهنگ است، مهم نیست سن و سال. اگر یک خانوم بود چی در سوار شدن به موتر مثلا یا در وقت پیاده شدن یا در وقت وارد شدن به صنف، در صنف وقتی رخصت میشه، در هر جایی که هست میگه سعی کنه نرجحیت را به خانوم ها بتن. در حقیقت این ناشی از اما برخورد ظریفانه و لطیفانه نسبت به جنس لطیف زن هست، درست است؟ این هم از جمله آداب شمرده میشه و ما این رفتارها در تمام دنیا داریم خوشبختانه که نسبت به جنس خانوم و نسبت به افرادی که مسن هستن معمولا اولویت ها و ارجحیت ها مد نظر گرفته میشه. خب جناب استاد، یک چیز دیگه هم هست که ما متاسفانه وقتی که در راه میریم یا در پیاده رو، ما خیلی زیاد استاد میشیم به که پیاده رو ما بند میکنیم، ما باید در این وضعیت چیکار کنیم؟ خب این همین قسم گفتنی ناخوشایند است. بله، اگر خود ما خصوصا پیاده روهایی که ازدحام مردم زیاد است، مردم در عجله راه میره، معمولا شهر کابل اگر مثال بزنیم تمام پیاده روهایش همیشه بیروبار است و این اصلا خوب نیست. ما میتونیم جای گوشه را انتخاب کنیم برای صحبت، اگر یکی از دوستان را میبینیم. بله بسیار وقتا میشه ما پیاده رو هم فضایش بسیار خرد است، مردم هم در رفت آمد است، میبینیم که دو تا خانم معمولا خانم ها استاد میشن، چند یک حلقه تشکیل میتن، قصه و اینا هست. خب این از لحاظ آداب، این تخطی از آداب است و خوب نیست که این کار شه. اگر ما صحبتی داریم میتونیم جای گوشه را انتخاب کنیم، در کناره بریم. اصلا خب پیاده رو جای صحبت رو در روی که ما استاد شویم نیست، ما میتونیم در حال پیاده روی صحبت کنیم، هم راه بریم هم صحبت ما داشته باشیم. اما خب اگر خلاف مسیر هستیم و دو نفر که صحبت میکنیم، میتونیم جای گوشه را انتخاب کنیم. و حتی ای که ما در پیاده روهای بیروبار چگونه عبور و مرور داریم، البته بیشتر مربوط آقایان میشه که خوب گوش کنن. مثلا در ایام عید میبینیم پیاده روها بسیار بیروبار است، سرک بیروبار است، زمانی که در رفت آمد هستن در اون لحظه هم سعی کنن که اولویت را برای خانم ها بدن. یا خود ما نیاز نیست که حتما کسی باشه برای ما راه هم مشخص کنه، خود ما میتونیم یک مسیر برای خانم ها برای رفت، یک مسیر برای آمد ما مشخص کنیم در پیاده رو، حتی قانون باشه از این طرف بریم. ما شاهد هستیم در شهر کابل همیشه ایام چند روز قبل از عید همیشه این اتفاق میفته، درست است؟ و یک فردی رو میبینیم مثلا بسیار با شخصیت است، یک دکتر بسیار بنام است یا استاد پوهنتون است، اما باز میبینیم حالا در پیاده رو یک اعصاب آدم خراب میشه، یک کس رای آدم هم میگیره یا که ما عجله داریم، یک جایی میخواییم استاد شویم، بعد اونجا ما متاسفانه دچار بعضی رفتارها میشیم، درست است؟ خود فرد هم برش ناخوشایند تمام میشه، اما ما میتونیم حتی در اون لحظه هم با نزاکت و با ادب رفتار کنیم. بسیار عالی. بله، چون خیلی مواقع هست که یعنی خب راهای پیاده رو مسدود میشه کلا توسط انسان ها، به گفته شما قبل از ایام عید یک چند روزی که میمانه، همه مرد و زن و پیر و جوان و کودک و مثلا نوجوان میبراین به پیاده روها و خلاصه به همدیگر میخورن و تکر میکنن و این مسائل ها هست. و شاید بعض موارد هم پیش بیاید که خیلی ها شاید توهین و تحقیر شده در این قسمت. حالا در رابطه به آداب راه رفتن در خانواده و در اجتماع، اگر بگیم که در کدام مواقع این آداب نقص میشه؟ خب مواقعی که معمولا فرد عجله داره یا مواقعی که بیروبار است، از لحاظ زمانی و مکانی محدودیت داره. در این مورد امکان داره که حالا از آداب ما نمیگیم بسیار سختگیر باشیم در این زمینه، اما ما میتونیم خود عادت بدیم. عادت بدیم که به یک سلسله اصول و نزاکت ها همیشه پابند باشیم. ما میفهمیم بعضی افراد همیشه مؤدب هستن، حتی وقتی عصبانی میشن هم مؤدب هستن، عصبانی هستن، واضح از قیافش معلوم است،
حرفش هم فرق داره با دیگه وقتا، ولی دمو حالت هم حتی عصبانیت خود به صورت مؤدبانه و اصولی بروز میده. ما منظور ما این است در نزاکت های اجتماعی که ما این را حاکم بسازیم به خود. درست است در خانواده همیشه یک مشکلی که از اطفال زمان که به مکتب میرن که از لحاظ سیم هم همیشه گفته میشه که این کار نشه و والدین باید فکرشان باشه در زمان راه رفتن طفل وقتی به طرف مکتب میره کیفش بسیار سنگین نباشه و یک طرفه هم نندازه. این نه تنها در قسمت اطفال بلکه در قسمت بزرگسالان هم هست. این هم برای راه رفتن خیلی رول داره. نفر کج میشه یک طرفه، خوشایند نیست از روبرو میبینیم، یک آدم شلخته معلوم بشه. اما اگر وزن به صورت متوازن توزیع میشه، حالا در قسمت اطفال اهمیتش بیشتر است به خاطر که اطفال در سن رشد هستن و خدای نکرده بازی که وزنهای سنگین اینو برمیداره یک طرفه یا حتی دو طرفش هم مشکل داره در نزد اطفال، نشوه که از رشد استخوانهایش ما جلوگیری کنیم یا استخوانها مشکل پیدا کنه. درست است در خانواده اینی موارد باید مد نظر گرفته شود. در هنگام نشستن خب ما از راز آداب اسلامی هم داریم، جایی که والدین میگه باشه پایتان دراز نکنن در وقت نشستن. کلا وقتی بزرگان است، وقتی مهمان است، معمولا جوانا یا اطفالی جرأت به خود نمیتن. درست است و این فرهنگ خیلی خوب در خانواده های افغانی خیلی زیاد است. در حضور پدر و مادر یا پدر کلان و مادر کلان اگر در خانه هستن یا مهمانان دیگه اگر هستن، این همیشه مراعات میشه. از آداب نشستن هست. آداب نشستن مگه وقتی در یک مجلس وقتی نو وارد میشن، اگر افراد زیادی هستن شما سعی کنین در جای کسی دیگه نشینین. این هم بسیار از اصول نزاکت هست. شما میرین یک فردی حالا میخیزه، حالا اتفاقی اگه خانوم هست یک طفلش گریه کده رفته، سعی نکنین برین جایش بگیرین. یا حتی در مسجد وقتی وارد میشیم، در مکتب و پوانتون وقتی وارد میشیم، اگر فقط در مکانهای عمومی که هیچ چوکی یا مکان استاد شدن و نشستن به شخص خاصی اختصاص داده نشده، در این هم حتی میگه که اجازه فرد را بگیرن، فردی که قبل از شما اونجا هست استاد است حالا موقتا ترک میکنه. و ای که اگر دوامدار میگه اگر مجبور هستن در جای طولانی مدت بشینن، از 30 دقیقه اگر زیادتر میشه بهتر است که هر 30 دقیقه بعد یک دفعه بخیزن و یک استراحت به عضلات و به استخوان‌هایتان شما بدین. حالا در مورد افرادی که دائم وظیفه‌شان در نشستن هست، نشسته هستند، کار خود انجام میدن، اینا خب دکتر صیبا همیشه میگه حالت شانه حتی برشان مهم است، چگونه تکیه بتن، زانوها چه رقم قرار بگیره. که هم دقت کردن کسایی که میشینن مثلا حتی از لحاظ صحی اگه بس نکنیم، اگر خود بسیار خمیده میگیرن هم از نظر ما خوب معلوم نمیشه، بسیار یک شخص خسته معلوم میشه، ما فکر میکنیم که این انرژی کافی برای صحبت با ما نداره. ده. اما یک فرد آماده میشینه و بسیار رو در رو با ما نگاه میکنه در وقت صحبت کردن و بی تفاوتی نشان نمیده، مثلا اگر ما دست خود قفل کنیم بشینیم با افراد صحبت کنیم، به این معناست در تمام دنیای به این معنا هست که ما اهمیت بسیار خاصی، یعنی حرف زیاد برای مهم نیست، ما فقط ششتمو به تو گوش میدم. درست است؟ یعنی حتی این مهم است که در وقت صحبت کردن اگر ما نشسته هستیم ما کوشش کنیم که تماس چشمی را با فرد داشته باشیم، به حرفش گوش بدیم. اگر در حالت راه رفتن ما صحبت میکنیم، دوباره نشه شخص هم صحبت ما پس میمونه از ما پیش بریم بعد صحبت کنیم. یعنی این نشان میده که ما اهمیت نمیدیم. این هم از اصول اجتماعی به دور است. ما به صورت کل در نزاکت های اجتماعی سعی ما این است که هم فرد خودش اعتماد به نفسش افزایش پیدا کنه، هم فردی که افرادی که با این فرد در ارتباط هستن از این فرد انرژی مثبت بگیرن، حس خوب بگیرن، همیشه نه که حس منفی بگیرن. مثلا ما همراه هستیم، یک گروه هستیم، ما زیاد تستز میریم یا که بیش از حد پس میمونیم، این هم یک مشکل است. مردم به خاطر ما، گروه به خاطر ما به تکلیف است، حتما باید استاد شد و ما براش برسیم. اگه استاد نشه ما ناراحت میشیم. درست است؟ پس بهتر است با دوستان، اصلا خب باید دوستان را قسم انتخاب کنیم که همسط خود ما باشه. حتی در راه رفتن جوان ها مثلا دیدین زیاد، حالا زیاد اگه اتفاق بفته ما همراه پدر و مادر اگه بیرون بریم، در وقت خرید اگه بیرون بریم، اما پیاده روی ها معمولا با دوست هاست دیگه، یک رقم راه میریم، یک رقم اگه سرعت میگیریم. و اگه از لحاظ دینی ما به این موضوع بپردازیم، ما در دین هم بسیار توضیح های خوبی در قسمت راه رفتن داریم. مثلا من چند لحظه قبل از آمدن به برنامه یک سر زدم که ما در متون دینی چه احادیث در قسمت راه رفتن داریم. دیدم که هر چقدر میخوانم مثلا خلاص نمیشه، فقط در یک راه رفتن ما بسیار بر ما توصیه ها شده. و جالب بود وقتی اونا رو خواندم دیدم دقیقا مثل یه آداب بین المللی هست که در جهان چگونه مثلا مردم چگونه راه میرن، خوب
دیده میشن، با شخصیت هستن یا در قسمت نشستن. مثلا گفته بود اگر سفر دارن خوب است اگر شب سفرتان رو شروع میکنن. در حدیث دینی آمده بود و دلیلش رو میره گفته بود که چرخش زمین صورت میگیره و شما زودتر به مقصد میرسن. و حتی ای که در اگر در وسط راه شما میرین مسافرت دارن، قرار است که در وسط راه یک جایی مثلا توقف داشته باشن، گفته سعی کنن در کنار رودخانه ها و اینجاها نباشه که در او وقت درندگان و خزندگان و اینا بیرون میشن. این واقعا حادث جالبی بود، شاید زیاد در نظر ما نیاید. ما بگیم خب ما راه میریم چرا که سخت بگیریم، راه رفتن است دیگه، یا نشستن است، خب میشینیم ما چیکار داریم، کج میشینیم راست میشینیم، جای از اون نفر میگیریم، دموتر ما میشینیم. مثلا میبینی بعضیا اصلا مراعات پال و فایل خود اصلا نداره، خو هر رقم که دلش شد میشینه، دست خود هر رقم دلش شد میگیره، یا مثلا وسایل امراش زیاد است، این بغل از پال و فایلش است، اصلا هیچ دقیقش نیست. شاید ما بگیم مهم نیست، ولی همین چیزا هستن که فرهنگ یک جامعه را بالا میبرن. اگه ما میخواییم که از لحاظ فرهنگی در امتیاز بالا قرار بگیریم در جامعه ما و مردم ما همیشه با فرهنگ تلقی شود، از همین نکات خرد و ریزه ما همیشه باید شروع کنیم. بله بسیار خوب. یک مسئله دیگه هم هست که بعضی وقتا ما دیدیم بعضی خانواده‌ای که کودکانشون میتونه به تنهایی راه بره، اما وقتی که در یک مسیر بازو هم قدم میشه یا راه میره دستشون میگیره. آیا یکی هست استقلالیت از کودکشون میگیره یا خیر؟ خیلی موضوع بسیار خوبی را اشاره کردن شما. نحوه رفتار با طفل و کودک ای کاملا یک مبحث خاص خود داره، چه در اصول بین الملل، چه در احادیث، چه از لحاظ طبی و صحی. اگر بپردازیم زمانی که ما با اطفال راه میریم، خیلی خوب است استقلال میتیم، یعنی از خردترکی اعتماد به نفس از او خیلی زیاد است. یعنی ما میتونیم اشتباهش اصلاح کنیم، درست است؟ اگر خب او طفلی که تازه راه رفتن را یاد میگیره، بیشتر والدین شوق از این را داره که راه رفتنش را ببینه، درست است؟ اما خب انتخاب راه به دست او نمیمانه. در مورد او گروه اطفال بس نمیکنیم، اما اطفالی که حالا در سنین 3 ساله و 4 ساله هستن و راه میرن، موضوع خوبی را اشاره کردن. خیلی خوب است در مسیری که راه میره خودش راه بره، اما اگر خب جای مزدحم است، جایی که موتر هم است، بایسیکل و افراد زیاد هستن، خب اونجا ما قصد ما حفاظت از طفل است، درست است؟ اما در زمان صحبت کردن با طفل میگن خوب است که خود همقدر طفل ما بسازیم، نه که خود خم کنیم. ما باید بشینیم امروز از طفل صحبت کنیم، فیس تو فیس شویم. و میگن این بسیار حس اعتماد به نفس و عزت نفس را در نظر طفل افزایش میده. اما اگر در راه رفتن و در صحبت کردن با طفل ما بالا باشیم و طفل که خرد است سر خود بالا بگیره، این از لحاظ روانی سر روح روان طفل تاثیر داره و سر اعتماد به نفسش تاثیر داره. اما اگر خود همسر قرار بتیم خیلی خوب تر است. بسیار خوب. بسیار عالی. و به عنوان آخرین سوال اگر بپرسیم چقدر درست نشستن و درست راه رفتن در افغانستان فرهنگ سازی شده؟ خب من فکر میکنم اگر هموطنان عزیز ما این برنامه رو میبینن و شاید با خود بگوین که راه رفتن و نشستن که اینقدر مهم بوده، که اینقدر مهم است، شاید نه تنها که مراد نمیشه بسیار خوب، بلکه این ایدهش وجود نداره تا که بیان یاد بگیریم. متاسفانه ما میبینیم دیگه ای که ما از لحاظ فرهنگی همیشه در سطح پایین شمرده میشیم. در جای دنیا هم که میریم مهاجر میشیم، باید به ما یاد بدن که چه قسم رفتار کنیم، درست است؟ بله. خودش بیانگر ازی است که ما از این لحاظ بسیار پایین هستیم. متاسفانه فرهنگ سازی نشده، ولی میتونیم از خود ما شروع کنیم. هر فرد خودش میتونه الگو باشه. مثلا اگر کسی استاد است برای شاگردا و برای محصلین میتونه الگو باشه در رفتار خود. اگر کسی در رسانه کار میکنه و پیش دوربین است، ما میفهمیم کسایی که در رسانه ها هستن همیشه مردم از روی از اونا تقلید میکنه، چه در پوشش و استایل باشه، چه در رفتار باشه، در صحبت باشه، خصوصا اگر دوامدار میبینه. درست است هر کدام ما تاثیرگذاری خود در جامعه داره. من به حیث حرف آخر میخوام اینو بگم که بیاین از خودمون شروع کنیم. حتی اگر رسانه در رسانه نیستیم یا استاد نیستیم، دکتر نیستیم، بالاخره در خانه خواهر برادر داریم، بالاخره یا فرزند داریم یا گروه دوستان داریم. میتونیم همون شخص مؤدبی که آداب را از اول باب میکنه استفادهش ما باشیم. بله. ما بگیم که خب بیاین بعد از این رقمی کم 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 عادت میشه و دیگه اصلا برای ما سخت نیست. ما در مسیر را داریم را میریم. ما مثلا اطفال سر رای با بازی میکنه، خب ما در ما حاکم شده که ما مزایم از اینا نشیم. میتونیم به بسیار روی خوش همراهشان یک شوخی و مذاق هم داشته باشیم، در بازیشان همون لحظه که تیر میشیم شریک هم شویم، بعد تیر شویم بریم.
بعد از اونجا تیر میشم، حتی ما اطفال ما را دوست خواد داشت. بله. وقتی بیای از ما نخواد ترسیدن. درست است؟ یا اینکه در خانه اگر مثلا ما وارد میشیم کسی نخواد بگوید که خب بیاین جای فلانی را خالی کنیم، یا بیاین از این خانه بریم در اونجا که فلانی آمد. بله. حس ترس نباشه. دقیقاً. بله، تشکر دکتر صاحب. خب دکتر صاحب، آخرین سوالی است که ما با ما در برنامه بودیم و ما خیلی انشاءالله رعایت کردیم و دار نشستیم. بله بله، دقیقاً. اصحاب رسانه همیشه مراعات میکنن و اگر مراعات نکنن مردم دوست نخواد داشت، و اینکه شما هستین در برنامه هستین همیشه به این معناست که از نظر مردم قابل قبول هستین. و یک گپ هست که فرد با ادب همگی دوست داره. بله. قبول داره. حتی یک فرد بی ادب یک آدم با ادب دوست داره. نداره؟ بله. واقعا یک فرد خودش بی ادب است، اما یک آدم با ادب باشه اما را کلگی خوشش می با ادب، خب معلوم است که با ادب را دوست داره. من. و ادب هم ما منظور ما این است که حتما صحبت چه رقم از خندیدن و اینا چه رقم است. نه، گفتم میتونیم بدون از اینکه ما حرف بزنیم و دهان ما را باز کنیم، ما با نشستن و رفتن میتونیم ادب ما را به نمایش کنیم. بسیار دقیقاً. خیلی تشکر، سپاسگزار هستیم از صحبت های خیلی خوب شما دکتر سیب. تشکر از همچنان از بیننده های عزیز ما که تا این دم با ما همراه هستند در برنامه صبح فردا، که موضوع خیلی مهم و موضوع خیلی کاربردی روز را با دکتر صاحب زهرا رحیمی استاد دانشگاه صحبت کردیم روی آداب راه رفتن و آداب نشستن در خانواده، در اجتماع، که از ابعاد مختلف روی موضوع پرداخته شد و صحبت شد. امید که جوانای عزیز، نوجوانای عزیز، خانواده های گرامی پشت تلویزیون ها نشسته باشند و این موضوع را تعقیب کرده باشند.